امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در نشستی به درخواست آمریکا، بریتانیا و فرانسه تشکیل جلسه داد. در بخشی از این نشست وضعیت زنان افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. زنان افغانستان از اساسی ترین حقوقشان، حق تحصیل، کار، اشتغال محرومند. در همین راستا سازمان ملل با بررسی وضعیت زنان از امارت اسلامی انتقاد کرده و در این نشست سازمان ملل خواسته شد تا با فشار آوردن بر امارت اسلامی از امارت اسلامی خواسته شود حقوق زنان را رعایت کرده و به زنان اجازه دهد تا فعالیت‌هایشان را در افغانستان داشته باشد. این موضوع را در زاویه امشب به بحث و بررسی می‌گیریم. از شما دعوت می‌کنم تا آخر برنامه همراه ما باشید. سلام خدا و بار سلام برندای عزیز، ارجمند، خوش آمدین به زاویه امشب. در زاویه امشب قرار است در خصوص نشست شورای امنیت مبنی بر بررسی وضعیت حقوق زنان در افغانستان صحبت و گفتگو داشته باشیم با مهمان ارجمندی که در سیدو حضور دارد، جناب آقای دکتر حبیب الله شریفی، استاد دانشگاه و فعال رسانه‌ای همراه ما هست. آقای دکتر سلام بر شما، وقت بخیر، خیلی خوش. سلام بر شما و سلام به همه بینندگان عزیز، هستم در خدمت شما. ممنون شما. آقای دکتر، اول بیم یک نگاه بندازیم به وضعیت زنان در افغانستان. حدود شاید یک سال چند ماه میشه که امارت اسلامی در افغانستان قدرت به دست داره و یکی از حوزه هایی که نگرانی های زیادی مطرح شد وجود داره وضعیت حقوقی زنان است. شما چه ارزیابی میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین. در رابطه با موضوع زنان، ما اول یک نگاه کلی به وضعیت جامعه ما افغانستان داشته باشیم و بعد میرسیم به بخش زنان که موضوع بحث ما و شماست. افغانستان متاسفانه یک از کشورهای پرچالش و پرخطر و مشکلدار است. شما در بخش‌های مختلف، در ابعاد مختلف وقت نگاه می‌کنید، این واقعیت تلخ باید همه ما و شما بپذیریم که کشور ما متاسفانه مشکل داره. بله. به لحاظ اقتصادی مشکلات از زمان‌های سابق بوده و فعلا در اوج است. به لحاظ تعلیمی و آموزشی هم اگر یک نگاهی بیندازیم، کشور ما نه در سطح منطقه بلکه سطح جهان از جمله کشورهایی است که واقعا مشکل داره. به همین میزان شما در بخش‌های دولتی، اداری و خیلی از مواردی که از الزامات یک کشور و یک سرزمین هست که ما وقتی نقطه نقطه از را نگاه کنیم، بخش بخش از را نگاه کنیم، متاسفانه مشکلات جدی وجود داره. خب البته همه این مشکلات و همه این چالش ها و گرفتاری ها محصول جنگ و نارامی است. نارامی که حداقل در طول 14 یا بیشتر دامنگیر جامعه افغانستان بوده و تمام زمینه های پیشرفت و ترقی این جامعه را تحت تاثیر قرار داده و ما را به عنوان یک کشور پسمانده و عقب مانده در بین کشورهای همسایه در سطح جهان قرار داده است. اما اون چیزی که جای تأسف داره و این مشکلات بیشتر در اون با دیده می شود، زنان جامعه ماست. خب یک بخشی از زندگی زنان جامعه ما هست که همه ما و شما قبول داریم که نظام خانواده و مادر بودن و خواهر بودن، در این بخش اون مهر و محبت و الفت و هر آنچه هست در جامعه ما هست. ما خیلی از نظام های خانواده به اون معنا شکایت نداریم، چون واقعا مردان جامعه ما و زنان جامعه ما پاکترین و بارزشترین خانواده هایی هستند که حالت محبت، صمیمیت، دوستی و هر آن چیزی که از لازمه یک خانه خانواده خوب هست در این قسمت مشکل وجود نداره. خب شاید مشکلات جزئی وجود داشته باشه که طبیعی هم هست، در هر نظام یا هر خانواده مشکلات جزئی یک چیز طبیعی است. اما بخش اعظمی از مشکلات زنان و دختران جامعه ما برمیگرده به حکومت ها. یعنی ما اگر داستان حکومت های افغانستان نگاه کنیم، بعد به دنبال اون وضعیت زنان افغانستان نگاه کنیم، میبینیم که هرچی که مشکل بوده در زمان گذشته، در زمان فعلی و در تاریخ افغانستان، بخش اعظمی از این مشکلات متوجه زنان بوده. مثلا ما در تاریخ افغانستان داریم که یک وقتی مثلا یک گده از دختران را میخواستن بفرستن به کشورهای دیگه از جمله در ترکیه،
دوباره یک مشکلات پیش آمدن، دوباره من محصلین زن دختر را از اونجا برگرداندن و بعد در نظام های سیاسی مختلف هر کس بر اساس تجربیات خود اینها آمدن یک رسم و رسوم، یک قوانین خاص را برای زنان وضع کردن که در واقع زنان ما گرفتار یک سردرگمی بودن و هستند. آیا درس بخوانیم یا درس نخوانیم؟ آیا مشارکت سیاسی در جامعه ما امکان داره یا امکان نداره؟ آیا آینده ما چی هست؟ سوالی که مطرح میشه آقای دکتر، چرا همیشه با تغییر نظام های سیاسی، رژیم های سیاسی، حکومت ها همیش وضعیت زنان دچار فراز و نشیب و تحول بوده؟ چی ارتباط حقوق زنان رعایت کردنش و نکردنش با روند سیاست گذاری و سیاست مداری در افغانستان داره؟ خب یک مثال عامیانه هست که گاهی یک کسی که ضعیفتر و مظلومتر هست که مثالش این است که دیوار کوتاه‌تر از همگان، یعنی مشکلی در جامعه پیدا میشه، مردم همون دیوار کوتاه‌تر در نظر میگیرن، کل مشکلات رو بار میکنه. درست. واقعیت زندگی زنان جامعه ما همین هست که متاسفانه یک فرهنگ بوده از زمانهای سابق تا به امروز که وقتی مشکلات سیاسی میه، مشکلات اقتصادی میه، مشکلات دیگه که میایه، اولین لبه تیز این مشکلات متوجه زنان هست. ما خب در کل افغانستان اگر نگاه کنیم، در بخشای سیاسی، در بخشای تعلیم و تربیت، در بخشای اقتصادی، در مشارکت های سیاسی، ما باید این وقت را بپذیریم که زنان میتواند در این مسائل، در همه این مسائل قدرتمند ظاهر شود. در بسیاری از موارد شاید کارها و وظایفی که به عهده آنها گذاشته میشه به مراتب از دیگران خوبتر انجام بده. ولی یک فرهنگ عمومی که وجود داشته، ضعف زنان و نابرابری با مردان در نظر گرفته شده، همین دیدگاه و در واقع یک فرهنگ، یک باور عمومی غلط، این در قسمت‌های مختلف، در ساحات‌های مختلف مشکلات زیاد را متوجه زنان جامعه ما ساخته است. و شورای امنیت سازمان ملل هم روز چهارشنبه هفته گذشته نشست را که برگزار کردن، در یک بخش از این نشست به موضوعات وضعیت حقوقی زنان پرداخته و از آدرس زنان افغانستان هم صحبت های صورت گرفته. این نشست شما چطور بررسی میکنین و ارزیابی و تحلیل شما از این نشست چی میتونه باشه؟ خب این که شورای امنیت سازمان ملل یا هر سازمانی یا هر بخش و هر نهادی در خارج از افغانستان در قبال زنان افغانستان برنامه هایی دارن و سیاست هایی رو دنبال میکنن، در یک بخش کار خوب است. اما ما نظرم یک چیز دیگه است. نظر ما این است که ما بیاییم از داخل افغانستان کوشش کنیم و فعالیت برنامه داشته باشیم که واقعا مشکلات از اینجا حل شود، نه بر اساس سفارش ها و دستوراتی که از بیرون گرفته میشه. ببینید، یک چیزی که همه ما مقبول داریم، هر کسی که به هر حال در سرنوشت سیاسی افغانستان چه در زمان فعلی چه در زمان گذشته نقش دارن، شاید کسی نباشه که خواهان عزت و اقتدار و عظمت و جایگاه خاص زنان در جامعه باشه. خب این یک نظر اسلامی هست، یک نظر ملی هم هست، اما ما واقعا نگاه کنیم که چه پالیسی و چه برنامه زنان را به این جایگاه میرسانه. و اصلا ما اگر یک تعریف درست از جایگاه زنان داشته باشیم که واقعا هم باید داشته باشیم، ما چه پالیسی و برنامه داشته باشیم که زنان به اون برسه. شما وقتی که در سطح شهر مانند کابل میگردین و ده ها زن جوان، پیر، دخترای کوچیک اینا در حال تکدیگری هستند، آیا این عظمت زن هست؟ آیا این جایگاه زن هست؟ آیا برداشت ما که ما طرفدار این هستیم که زنان باید مقامش، جایگاهش، عظمتش، عفتش حفظ شوه، آیا این پالیسی رو میتونه زنان رو به اون جایگاه برسانه؟ باید ما واقعا به دنبال این باشیم. هرچند در این راستا ظاهرا امارت اسلامی یک اقدام انجام داد، همه کسایی که دست به تکدیگری میزدن در شهر و جاده ها اونا رو جمع کردن و تعداد زیادشون هم بانوان بودن. یک چی راهکار سنجید و چقدر موثر بود؟ خب باید ما از مسئولین بپرسیم. اما فکر میکنی که فقط مشکل همو هست اون که شما اشاره کردین که جایگاه بلند و خوب مد نظر گرفته شده و باید از درون افغانستان تلاش صورت بگیره؟ میخوام بپرسم که چقدر امیدواری وجود داره با توجه به شرایط فعلی عنوان شده؟ فکر میکنین که آیا امیدی هست که ما واقعا بگیم خب سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل اینا اگر جلسه میگیره، کنفرانس میگیره، بماند برای خودشون کار از اونها هست، ما از داخل افغانستان تلاش کنیم؟ چون زمینه
بله. اما رقم که اشاره شد سازمان ملل، کشورهای مختلف هنا ممکن است در بخش خود و ساحت کار خود یک فعالیت را انجام بده و در قسمت موفق هم شاید باشد. بله. اما تمرکز ما باید روی خود افغانستان باشه. به این معنا که مثلا طرحهای از این که ما گدایگران را جمع کنیم یا مثلا در بخش‌های مختلف همین معتادان کسانی که به هر حال به عنوان یک چالش اجتماعی هست را جمع کنیم، خب بله این یک بخش از کار هست، اما این کار بنیادی و ریشه‌ای نیست. ما در واقع علت‌ها را داریم و دنبال معلول می‌گردیم. اگر مشکلات و معضلات اجتماعی را جمع کنیم باید علت به دنبال علت‌ها باشیم. مثلا چرا جمع زنان و قنا آمدن روی تکدیگری، یا چرا دخترانی که تانوز حتی به سن بلوغ نرسیده اینها دستشان پیش افراد مختلف دراز هست، خب ما سرنوشت اینا رو واقعا چطوری میتونیم تصور کنیم؟ یعنی یک کودک 7 ساله 8 ساله اینها با افراد مختلف در جامعه اون عزت نفس خود را از دست میده، دست خود بلند میکنه که با ما کمک کنید، شما سرنوشت آینده رو چطور تصور میکنید؟ بلکه ما باید اساس حل کنیم، بگذاریم که زنان توانمند شوند، زنان روی پای خود استاده شوند و از همه مهمتر اون تخصص و اون ظرفیت ها و قابلیت هایی که داره استفاده کنه. مثلا خانمی که معلم هست این امون عظمت و شوکتش در همین شغل خود باشد، خانمی که دکتر هست، خانمی که حتی فعال سیاسی است، خانمی که در بخش حقوق کار میکنه، در بخش حقوق یک مشکلاتی وجود داره که شاید بخش زیاد از خانمای قاضی بودن اینا به نحوه برطرف شده در زمان فعلی. خب ما به عنوان یک کسی که عضو این جامعه هستیم راه حل برطرف کردن نیست، واقعا مسئله اسلامی باید رعایت شوه. اگر اینها در مسائل حقوقی اطلاعات کمی دارن باید توانمندی و ظرفیت سازی شود که به اون مرحله برسه. بله. همین مشکل ممکنه مردان هم داشته باشه. بله. وقتی که زن به عنوان قاضی، به عنوان دکتر، به عنوان معلم، به عنوان کسانی که در این جامعه میتونن نقش داشته باشن، وقت نقش داشت خود به خود جایگاه پیدا میکنه، خود به خود او به سمت مشاغل نمیره که عزت او، عظمت او و به اصطلاح شخصیت او زیر سوال بره. یعنی یک از مشکلاتی که متاسفانه همیشه حکومت ها بازو برخورد کردن در زمان فعلی، در زمان های گذشته، آمده مسائل بسیار سطحی و ظاهری حل کرده، مثلا با جمع کردن چند تا کسایی که گدایی میکنن، با جمع کردن چند تا معتاد، بدون از این که ما اشتغال ایجاد کنیم، بدون از این که مدیریت کنیم، بدون از این که هر کس هر توانمندی داره از توانمندی های اونها استفاده کنیم، راه حل این است. ما نمیگیم طرح بد است، این در حد خودش در ساحت خودش خوبه، اما راه حل اساسی نیست. ما باید به دنبال راه حل های اساسی باشیم که خود زن درآمدزایی داشته باشه بر اساس تخصص، بر اساس ظرفیت و توانایی هست، او زمان رو عظمت پیدا میکنه، جایگاه خاص خود رو پیدا میکنه. چرا فکر میکنین امارت اسلامی هنوز این ارتباط اقدام عملی انجام نداده؟ در این حال که شما اشاره کردین بسیار میتونه موثر باشه در عرصه اقتصادی، حتی توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و پیشرفت کشور از هر نظر، از نظر فرهنگی میتونه به دنبال داشته باشه. امارت اسلامی چرا در این عرصه به جای اینکه اقدامات مثبت انجام بده ما همیشه شاهد وضع محدودیت ها هستیم؟ خب در این قسمت خب اصل سوال باید کسانی که در هیئت حاکمه هستن و به عنوان مسئولین امارت اسلامی در جامعه افغانستان باید تحلیل کنند. کاش یک فرصت پیدا میشد و یک زمینه ساخته میشد، چی از طرف خود امارت، چی از طرف بزرگان جامعه ما، که یک زمینه گفتگوی بین الافغانی در بخش های مختلف صورت می گرفت. که یک از مهمترین موضوعات همین موضوعات تحصیل دختران و اشتغال زنان هست. که این واقعا به لحاظ اسلامی، به لحاظ دینی بحث جدی صورت بگیره. اگر واقعا آموزه های اسلامی نیست که دختران تحصیل نکنن، اگر واقعا آموزه های اسلامی نیست که زنان اشتغال نداشته باشن، خب خیلی خوب، ما که مخالفت با این نداریم. اگر همچو دستوری وجود نداره چرا؟ خب بحث دیگه ای که کم بشنیده میشه میگه خب دستور عمل نیست، یا مثلا پرسکو یک سری کارهای باید انجام بده. بله. ما باید بسنجیم که زمان تحصیل یک زمان خاصی است. بسیار از زنان نانآور خانواده هستند، سرپرست خانواده هستند. یعنی این یکی از مشکلات جامعه افغانستان است که بخش زیاد از خانواده ها سرپرست زنان هستند، نانآور خانواده زنان هستند. یا اصلا این زن تحصیلات داشته، تخصص داشته، این باید در یک جای اشتغال داشته باشه، باید در یک برنامه حضور داشته باشه تا از اون جهت تامین شود. خب این معطل گذاشتن مثلا
یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، یک سال ممکن است یک خانواده را با یک مشکل جدی مواجه بسازه که متوجه هم ساخته. در امارات هستند کسانی که به عنوان مسئول هستند پاسخ بگه، ولی بیایم یک گفتگوی بین الافغانی و علمایی که در سرزمین ما زندگی کنه یک راه حل منطقی و معقول و قابل قبول برای این مشکلات پیدا کنه. خیلی ممنون. هرچند شما در خصوص برگزاری نشست شورای امنیت و اینکه در یک بخش از او در خصوص وضعیت زنان و وضعیت حقوقشان صحبت میشه اشاره کردین که او مربوط به فعالیت‌های بیرونی همین سازمان هاست، اما باز هم می‌خوام بپرسم که آقای دکتر، آیا واقعا همین سازمان ها به خصوص سازمان معتبری که در جهان اعتبار بسیار بالایی را در شورای امنیت می جلسه برگزار میکنه و وضعیت حقوق زنان اونجا مورد بررسی و تحلیل قرار میگیره، هیچ نوع اثری نمیتونه بر وضعیت داخلی ما بگذاره؟ یا اگر میگذاره در چی بخشایی میتونه موثر باشه؟ خب این هم از حقایق و واقعیت های زمان معاصر ماست که جهان و کشورها و ملت ها در عین دور بودن از همدیگر، در عین اینکه فاصله دارن و هر کس فرهنگ خاص، جایگاه خاص، اقتصاد خاص دارند، با وجود همه از اینها در یک ارتباط تنگاتنگ و متقابل قرار دارند. اصلا فلسفه سازمان های بزرگ مثل شورای امنیت، خود سازمان ملل و چیزهای از این قبیل در همین راستاست که کشورها را به هم دیگر نزدیک بسازه. بر فرض اگر مشکلات در بخش های مختلف وجود داره باید حل کنه، صدای از اونها و سیاست گذارایی کنها میکنن، حمایت های کنها نسبت به کشورهای مختلف در جمله نسبت به کشور افغانستان 100% موثره. البته خب با تاکید به اینکه در ابزار حد خودش، در حدی که اونها میتونند حضور مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشه، یا در تصمیم گیری ها و در سیاست گذاری ها چیز را به عنوان مستقیم و غیر مستقیم در اختیار کشورها جمله افغانستان قرار بده که چه سیاست های اعمال شود در حد خودش. اما اون چیزی که من پیشتر تاکید کردم که ما باید در یک دامنه وسیع، در یک قلمرو وسیع مشکلات افغانستان را ببینیم، مشکلات حقوقی زنان را ببینیم، مشکلات تحصیل زنان را ببینیم. بله. این باید در بخش‌های مختلف افغانستان، در ولایت‌های مختلف، در ولسوالی‌ها و در بین همه مردم ما به عنوان یک فرهنگ عمومی نهادی نشود که زنان بخش زیاد از جامعه ماست و زنان می‌تواند که در بخش‌های مختلف مشارکت جدی و فعال داشته باشد. و اگر ما بخواهیم به ترقی، به تکامل و هر آنچه که از الزامات یک جامعه خوب است داشته باشیم، باید برای زنان نقش بدیم. بله، خیلی ممنون از شما دکتر. اندک به پایان برنامه میرسیم. میخوایم که از این نزدیک شما اشاره کردین به یک مورد، ولی بیشتر در مورد راهکارها شما بدانیم. به نظر شما چه راهکارهایی را هم مردم افغانستان و هم حکومت فعلی در نظر بگیره تا ما شاهد بهتر شدن وضعیت همه شهروندان به خصوص زنان باشیم در افغانستان؟ یک بحث خیلی جالب است تحت عنوان توانمندی خود و توانمندی افراد دیگران. یعنی ما بهترین کمک برای یک شخص این است که او را نسبت به کار و وظیفه و برنامه که داره توانمند بسازیم کن کار را انجام بدهد. شاید برخی از مشاغل برای زنان سخت باشه، مثلا کار کردن در معادن و جاهایی که واقعا سخت و طاقت فرساست، یا حضور در صف اول جنگ، صف اول جنگ مثلا. اما از طرف دیگر اگر ما بخواهیم جایگاه زنان واقعی زنان رو به دست بیاریم، باید زنان توانمند بسازیم. یعنی برنامه دولتی و مدیریت کلی کلان جامعه به این سمت سو حرکت کنه. این حرف رو به خاطر این تاکید میکنم که بله، خانواده های ما و هر کس در بخش خود یک سری فعالیت های انجام میده که مثلا دخترش، زنش و کسانی که با زندگی میکنه به یک توانمندی برسه. بله. اما وقتی این توانمندی به اون نتیجه خوب و مطلوب میرسه که با یک مدیریت کلان، با یک چشمانداز بلند مدت روی توانمندی زنان کار صورت بگیره. توانمندی زنان در سه بخش، یک بخش تعلیم و آموزش است. زن جامعه ما اگر بخواهد، و همه ما باید بپذیریم که با اون جایگاه حقیقی خود برسد، چه در بخش اقتصادی، چه در بخش تعلیمی، چه در بخش خانواده، چه در بخش حقوقی، یعنی هر ساعتی رو که ما در نظر بگیریم، اگر زن امروز و زن افغانستان بخواد به اون جایگاه برسد، راهش و یگانه راهش این است که آگاه شود، دانش پیدا کند، نسبت به مسائل تخصص پیدا کند.
این یک نکته. پس ما مسئله تعلیم را، مسئله آموزش را جدی بگیریم. اگر میخوایم یک زن خانه‌دار توانمند داشته باشیم، اگر یک مادر خوب و توانمند داشته باشیم، اگر بخوایم دختران فرهیخته داشته باشیم که در جامعه نقش درست به منطقی داشته باشه، این زن باید تعلیم ببینه، این باید با سواد امروز به معاصر آشنا شود، البته با توجه به استعداد و توانمندی هایی که داره. این کار خانواده ها نیست، خانواده در بخش خودش کار خود انجام میده، این کار دولت است، این کار حکومت است که این سیاست را دنبال کنه. دوم، ما باید باور داشته باشیم که جامعه ما مثل هر جامعه دیگر متشکل از زنان و مردان هست. این جامعه وقتی یک جامعه ایدئال و قابل قبول میشه که هر دو و هر دو عنصر، چه زن و مرد، در بخش های مختلف و فعالیت های مختلف نقش اساسی داشته باشه. خب خیلی مخالفت های جدی با مشارکت سیاسی زنان صورت میگیره. خب ما واقعا یک مقایسه داشته باشیم در کشورهای مختلف، در سرزمینهای مختلف، مثلا در کشور مانند نیوزلند یا در کشور مانند استرالیا یا در آلمان، در جاهای دیگر، واقعا زنانی که در رأس قدرت، در حرم قدرت قرار گرفتن، واقعا نتونستن کار خود انجام بده. این نسخه میتونه در افغانستان پاسخگو باشه. اگر یک فرصت ایجاد شوه، زنان ما در حرم قدرت سیاسی و مشارکت سیاسی قرار بگیره، هیچ مشکل پیش نمیه. با تمام ملاحظات و قوانین و مقرراتی که در مسائل دینی ما هست، در عنانات ما هست، زن افغانستانی میخواد با موضوع سمت، اما مشارکت داشته باشه، حضور داشته باشه. لذا است که پیشنهاد ما به عنوان کسی که واقعا دغدغه داریم نسبت به جامعه خود، نسبت به زنان جامعه خود، نسبت به این سرزمین، و انشاءالله دغدغه همه ما باشد که واقعا ما باید بپذیریم واقعیت های این جامعه را، واقعا به توانمندی زنها برنامه داشته باشیم و واقعا باور کنیم که به همان صورت که مردان خوب جامعه ما میتواند نقش سازنده در سرزمین ما، در جامعه ما داشته باشه، زنان خوب ما هم همین نقش رو میتواند داشته باشد. گاهی در چهره و سیما یک معلم، گاهی به عنوان یک فعال اجتماعی، گاهی به عنوان یک فعال رسانه‌ای، گاهی به عنوان یک دکتر و پزشک، در هر بخش از بخش‌هایی که میتونه حضور داشته باشه باید این فرصت را بدیم. اگر این فرصت داده شد، انشالله جامعه ما به سمت خوبی ها و کم شدن مشکلات به گرفتار میره. اگر نه، محدودیت ایجاد کردیم و بهانه های مختلف، به عوامل مختلف جلوی پیشرفت یک زن افغانستان رو گرفتیم، به همون میزان جلوی پیشرفت افغانستان رو گرفتیم که نتیجهش برای همه ما معلوم و ملموس است. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر حبیب‌الله شریفی، استاد دانشگاه و فعال رسانه‌ای که به بحث حضور پیدا. سلامت باشین و تشکر از شما که دعوت کردید. سلامت باشین. ببینید آقای عزیز ارجمند، این بود زاویه امشب که تقدیم شما شد. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.